عدالتی ندیدیم، ما دیگه رای نمیدیم. عدالتی ندیدیم، ما دیگه رای نمیدیم. ما دیگه رای نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم. ما دیگه رای نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم. سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و بینندگان تریبون کارگری. با ستار رحمانی هستیم و خبرهای مربوط به تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی. سلام بر تو ستار جان. درود بر شما و بینندگان عزیز تلویزیون برابری. برای دومین بار در هفته اخیر و سال جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی به خیابان اومدن و بار دیگر شهرهای تهران و عراق و شوشتر، اسفول و شوش و یزد و نیشابور و اصفهان، تبریز و ایلام، رشت و اندیمشک و اردبیل، کرج و اهواز و کرمان و خرم‌آباد، ساری و قزوین و برخی دیگر از شهرها شاهد تظاهرات بازنشستگان تأمین اجتماعی و اجتماعات اونها بود. درخواست‌های فعالان و شرکت کنندگان در این تظاهرات بیان خواست‌های اونها بود: خط فقر 12 میلیونی و حقوق 3 میلیونی، گرانی و تورم بلای جان مردم، ما دیگه رأی نمیدیم، بس که دروغ شنیدیم، همسانسازی کجا بود، دروغ بود و ریا بود، سالاری مرعشی حیا کن، مسئولین دروغگو خجالت و خجالت، تأمین اجتماعی خجالت خجالت، سفره ما خالی، وعده ها پوشالیه، معیشت منزلت حق مسلم ماست، فریاد فریاد از این همه بینا بیداد، و کشور ما رو گنج بازنشسته در رنجه، فقط کف خیابون، خیابون به دست ما، خیابان به دست میاد حقمون، و تا حقمون رو نگیریم از اینجا نمیریم. تظاهرات و اعتراضات خودشون رو اعلام کردن، جایی که با پهن کردن سفره‌های نمادین خالی، سفره‌های خالی که نمادین بود از زندگی‌های بازنشسته‌ها و کارگران و مزدبگیران ایران، نشانه فاجعه‌ای رو به نمایش گذاشتن که همواره دیدیم. ارزیابی شما و یا شاید اخبار تکمیل کننده شما از این حرکت چی بود؟ چه کسانی این تظاهرات و این دو روز تجمع میدانی رو در واقع فراخوان داده بودند و برنامه‌های آینده‌شون چه است؟ می‌دونید که تشکلات بازنشستگان در حقیقت به صورت فیزیکی وجود نداره، یعنی اینا در حقیقت ارتباطاتشون از طریق همین میدیایی که هست، تلگرام، واتساپ و غیره است، و پیام ها و حتی جلساتشون رو از این طریق برگزار میکنن. اتحاد بازنشستگان هست و گروه اتحاد بازنشستگان و خب شورای بازنشستگان و اینا در مجموع در دخالت دارن در تمام تصمیم گیری ها، یعنی نمایندگان استان ها در حقیقت میان و تصمیم میگیرن که چه فعالیت هایی رو بکنن. و تشکلم که به اون مفهوم حضوری نیست و اینا در حقیقت همون جلساتشون هم از طریق میدیا میگذارن. بنابراین این فراخوان هم به دنبال فراخوان های قبلی که تشکلات گوناگون مستقل بازنشستگان داده بودن از اون طریق بود. و بحث الان بحث اینا، اون شعاری که شما خوندین جالبه، یعنی اینها به این نتیجه رسیدن که هر چقدر فشار بیشتری که به این دولت میارن، دولت امتیازات بیشتری نسبت به قبل اینا خواهد داد. اگر به این رسانه‌های دولتی نگاه کنی، این روزنامه‌های خودشون نگاه میکنه، انگار همه چی گل و بلبل است و همه چی داره درست پیش میره، تامین اجتماعی داره درست میشه، متناسب سازی دوره اولش تمام شده، دوره دومش هم تمام میشه. بعد اینا میان، یعنی بحثی که میکنن در رابطه با متناسب سازی و همسان سازی، میگن خب برای کشوری و لشکری ما
بیشتر توجه کردیم و اونا یه مقدار بالاتر هم، ولی باز به شدت زیر خط فقرن. امسال هم توی رسانه هاشون دارن همینجوری چیز میکنن که 4,200,000 تومان برای بازنشستگان. خب این کم نیست، اما اعتراضات خودشون هم میکنن که میتونه بیشتر باشه و این راه را باز میذارن که اگر اعتراضی شد به این مسئله که شده و اینا یه مقدار انعطاف‌پذیرتر باشن و سعی از موزه رژیم نگاه بکنیم، سعیشونه که در حقیقت نه تنها اون کانونهای بازنشستگی که در ساخت دولت هست، حقوق بگیر دولت هستن، اینا رو جا بندازن، بلکه برخی از تشکلات دیگه مثل این پیشکسوتان رو بیارن ورود بکنن توی این اتحاد بازنشستگان. اما من شنیدم تازگی یه نیروی دیگه ای وارد همین کانون بازنشستگان شده که اینا با خودشون جنگ دارن، یعنی یه گروه دیگه ای میخواد بیاد، اون یه ثروتی اونجا خوابیده. به هر صورت اینا تامین اجتماعی ثروتمندترینه در مقایسه با صندوق‌های دیگه و اینا در حقیقت در به فکر اینن که با زدن هم دیگه بتونن هر کدوم قدرت بگیرن. بازنشستگان از این موقعیت خوب استفاده کردن، اما یه فاز جدیدی رو در بازنشستگان میبینیم که به نظرم بسیار باید روش مکث بکنیم و مهمه، و اون شعاری که شما دادید ما دیگه رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم یا رأی نمیدیم به خاطر اینکه بی‌عدالتی زیاد هست، عدالتی از دولت ندیدیم، اینا نشونه اینه که ما قدرت داریم و اگر شما به خواسته ها و مطالبات ما توجه نکنید ما هم ابزار خودمون رو برای فشار آوردن به دولت داریم. ببینید چند تا مسئله رو باید تا قبل از اول ماه مه حد اکثر برای این بازنشستگان کارگری دیگه، تامین اجتماعی کارگران مهم هستش، اینه که یکی همین مسئله انتخابات خرداد ماه هست، یکی مسئله اتحادیه اروپا هست که ایران را به خاطر نقض حقوق بشر اینا را محکوم کردن. بعد از جانب دیگه اقتصاد ایرانه که به صورت فزاینده اون سطح معیشت مردم داره میره بالا و قابل کنترل نیست، و این مجموعه را اگه نگاه بکنیم میبینیم که موقعیت برای گرفتن مطالبات بهتر از اگر مثلا مقایسه بکنیم با سال قبل این زمان، یعنی یک اینا با تجربه تر شدن، خواسته هاشون فرموله تر شده، به قوانینی که تامین اجتماعی داره بهشون چیز میکنه به این دقت میکنن و میدونن که باید کجا را در حقیقت اینا نوک تیز حمله شون بگیرن. مثلا در رابطه با اینکه حداقل مستمری بگیر یا بازنشسته ها که اون دفعه گفتیم مستمری بگیران در حقیقت بازماندگان بازنشستگان هستن، این دوتا بهشون میگه مستمری بگیر، ولی خب بازنشستگان هم حقوقشون هست. اینا به ماده 96 بیشتر بند میکنن، ماده 96 تامین اجتماعی که میگن این ماده مساوی با ماده 41 قانون کاره، ولی وقتی دقت میکنی به ماده 96 تامین اجتماعی میبینی که اصلا نمیفهمی منظورشون چیه. چی میگه؟ من این ماده رو بخونم براتون. سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سال یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش داد. یعنی این راه در رو بسیار زیاد داره که میگه به هر صورت این دستمزد بازنشستگان رو باید با توجه به هزینه زندگی و با توجه به چیزی که در ماده 41
اومده بر اساس اون بشه اضافه بشه، اما بعد اومدن چیکار کردن یه ماده دیگه بهش اضافه کردن، ماده 111 چیز هست. این ماده 111 در حقیقت روشن‌تره، برای اینکه مسئله رو روشن بکنن اینا به این شکل میگن، ماده 111 رو میگن که مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگان، مجموع مستمری بازنشستگان در هر حال نباید از حداقل کارمزد عادی کمتر باشه. خب اینا در روز زیاد داره، یعنی در حقیقت که این معنیش بکنیم هر سال به همون اندازه ای که نرخ تورم میره، سطح معیشت میره بالا و دستمزد حداقل میره بالا، با اینا باید بالا میرفت. ما میدونیم که اون حداقل هایی که برای کارگران سالهای سال اضافه کردن همیشه زیر خط فرق بوده، زیر پایین اون نرخ تورم بوده، چندین برابر پایین سطح معیشت بوده، اما اونم به اینا ندادن و به خاطر همین اینا بسیار در سطح پایین قرار دارن. به علاوه کارگران یه چیزی دارن به نام سایر سنوات که از جمله حق مسکن هست، حق اولاد هست، فلان هست، اینا رو هم باز اینا ندارن، ایدی هست اینا ندارن و این خواستا اومده توی بازنشستگان الان گنجانده شده. ببین مجموعه خواستایی که مطرح کردن واقعیه و شدنیه، اما دولت نمیخواد. بنابراین اون ابزاری که الان اینا به دست گرفتن، من به نظرم کارگرها هم میتونن این ابزار رو بگیرن، حالا به نوعی در رابطه معلم هم صحبت خواهیم کرد، اونا هم گرفتن که ما دیگه اعتمادی بهشون نداریم و اگر این خواستهایی که سالهای سال داریم مطرح میکنیم این خواسته رو برآورده نکنید، ما گرچه ازتون جدا شدیم اما شفافتر بهتون بگیم اون شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم، ماجرا کل رژیم برای بازنشستگان هم به طور علنی و در حقیقت با شعار با صدای بلند بهشون میگن که نه تنها رأی نمیدیم و بلکه شاید مبارزات ما اشکال دیگه به خودش بگیره و اون وقتی که تکلیف اونو توی حرکت در واقع وقتی شما به درستی میگید که میگه ما دیگه رأی نمیدیم بس که دروغ شنیدیم و در واقع دروغ هایی که کاندیداهای حکومتی در واقع توی انتخابات های متعدد گفتن تمامش از اون روز اول تا الان دروغ بود. اونجا یکی از نمایندگان من یادم جلوی مجلس از در واقع از فعالان جنبش کارگری گفت که اصلا اگه نگاه کنید در 40 سال مدام زندگی ما له شده و کوچکتر شده، سفره‌هامون، موقعیتمون خرابتر شده. این نشون میده که هیچ نماینده‌ای ما در این به اصطلاح مجلس و اینا نداریم و امید رو نبندیم به اونجا، امید رو ببندیم به این خیابان که خودشون هم میگن فقط کف خیابان به دست میاد حقمون. و توی این کف خیابان خب با دستگیری هایی مثل خود همین اسماعیل گرامی ما روبرویم، مثل خود اسماعیل عبدی روبرویم، مثل جعفر عظیم‌زاده روبرویم، مثل کارگران و فعالان دیگری، فعالان اجتماعی که هستن روبرویم. به خاطر همین هم هست که توی این چیز مجموعه باز ما شاهد دو تا حرکت دیگه هستیم، یعنی یه چیزی که شرایط رو در واقع تا حد زیادی نشون میده. میگه همسانسازی حقوق ها و افزایش آن به 12 میلیون، درمان رایگان، پایان دادن به دزدی و اختلاس و بازگردانده شدن پول های به سرقت رفته از صندوق بازنشستگی به آن، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و مسدود شدن همه پرونده های امنیتی تشکیل شده، از جمله خواستهایی که بازنشستگان برای اجراش فشار میارن. و ما یعنی شاهد شعار در واقع افزایش دستمزدها حداقل به 12 میلیون هستیم و مسئله حق معیشت و حق سلامت و تندرستی و رایگان شدن و فوری شدن قضیه در واقع واکسیناسیون عمومی مردمی که در واقع در خیابانن. و این مجموعه یعنی خواست تندرستی و معیشت در کنار مبارزه علیه امنیتی کردن در واقع فضا و برای آزادی زندانیان سیاسی، آزادی فعالان اجتماعی،
این یه خواست عمومیه که الان همه چیه در واقع دارن و ما شاهدیم که هم اسماعیل گرامی و هم اسماعیل عبدی هر دو زندانن و متاسفانه اسماعیل عبدی رو هم به زندان دیگری تبعید کردن، یعنی شرایط به گونه‌ای که یک سری از زندانیا رو دارن به یک موقعیت وحشتناک کرونایی یا موقعیت وحشتناک کرونایی میندازن. نگاه میکنیم این آپتین رو در واقع متاسفانه کرونا گرفته از فعالین کانون نویسندگان ایران و نشون میده که موقعیت اضطراری هست در این رابطه. ارزیابید از این در واقع چه این موقعیت چه هست؟ چون میدونم که معلم ها هم بیانیه دادن و هم بیانیه دیگه من در حمایت از مثلا اسماعیل گرامی نوشته شده بود که تو این در واقع بیانیه میگه 5 روز از بازداشت دوباره اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته میگذره، اون روز شنبه 14 فروردین توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصیش بازداشت میشه و همه وسایلش رو میبرن. جالبش اینه که میگه بدیهی است که برای پیروزی طبقه کارگر در راه مبارزات جاری خود ضرورت دارد که بخش‌های مختلف این طبقه هم از بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر بخش‌های طبقه کارگر تشکل‌های خود را ایجاد کنند، متحدانه برای دستیابی به حقوق حقیقی خود در سراسر کشور بکوشند. روند کنونی مبارزات نشون میده که بازنشسته‌ها مدت هاست که در راستای ایجاد یک جنبش سراسری گام برداشتند و بهترین گواه آن تجمعات منسجم و سراسری این قش بوده که حتی همه‌گیری ویروس کرونا نیز نتوانست سد راه آنان شود. مبارزه برای طبقه کارگر تنها به هدف دستیابی به حقوق و مطالباتشون صورت میگیرد. بنابراین اگر قرار است که اخشار مختلف طبقه کارگر به مطالبات خود دست یابند، ضرورت دارد که فعالان کارگری و آزادی خواهان با تمام قوا و امکاناتشان از اعتراضات بازنشستگان و سایر اعتراضات کارگری حمایت همه‌جانبه کنند و بکوشند که صدای آنها باشند و حداقل خواستهای آنان را به گوش برسانند. با این اوصاف حمایت از اسماعیل گرامی فعال بازنشسته یکی از اولویت‌های اصلی فعالان کارگری در شرایط کنونی است، در شرایطی که طبقه حاکم شمشیرش را برای کارگران و آزادی خواهان از رو بسته و بقای طبقه کارگر را در معرض تهدید قرار داده. باید بدونیم که اگر به عنوان نیروی آزادی خواه یکی نشویم، یکی یکی کم میشویم. رمز پیروزی طبقه کارگر در این واژه نهفته است، اتحاد. اتحادی که اگر صورت پذیرد مناسبات سرمایه‌داری را جارو میکنه و زباله‌دان تاریخ میرسد. تسلیم سرکوب نمیشویم، این عنوانیه که در واقع یکی از این بیانیه‌هایی که در واقع بازنشسته‌ها دادن که نشون میده که واقعا چه آگاهی روشن و جمع‌جور و واقعا بی‌نظیری در میان فعالان جنبش کارگری بازنشسته‌ها در واقع به وجود اومده و میدونن در چه شرایط هستن. مثلا خود همین شعار این که ما در انتخابات شرکت نمی کنیم، انتخابات رو این بالماسکر رو رد می کنن به مساوی یک طبقه، نشون میده که فقط خواست های اقتصادیشون همون تامین معیشت، تامین سلامت با بایکوت حکومتی، بایکوت دستگاه های اون علارغم حجمی که اونها آوردن که باید همه شرکت کنن چه زبروه. خود این مجموعه در ارتباط با جنبش معلمان چگونه خودش رو معنا میده؟ مشکلاتی که ما میبینیم در برای معلمان، کل طبقه کارگر ایران و جنبش های مختلف زنان، محیط زیست، مدنی و غیره به وجود میارن، یه نکته را توی چیز تشکلات شاید در سالهای قبل به این دلیل استفاده میشد که ضریب سرکوب رژیم رو کم بکنه، که ولی دیدیم نه. اینا میگن ما تشکل صنفی هستیم. خود بازنشستگان الان یکی از بحثاشون که این شعار که اسماعیل گرامی باید آزاد بشه، ما دیگه رأی نمیدیم، عده‌ای از بازنشستگان گفتن اینا سیاسی این شعارها. و در رابطه با شورای هماهنگی هم که در پاراگراف آخرش میگه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به مقامات قضایی و حکومتی هشدار می‌دهد، چنانچه ایشان، منظورشون اسماعیل عبدیه، تا ابتدای اردیبهشت 1400 بدون قید و شرط آزاد نشود، ابتدای اردیبهشت 1400
اشاره ایست به 12 اردیبهشت که روز معلم در ایرانه. شورای هماهنگی و تشکل‌های صنفی از هر نوع تلاش و اقدام عملی و تجمع حمایتی فروگذار نخواهد کرد و مسئولیت هر گونه پیشامدی رو متوجه حاکمیت در دست آن دستگاه قضایی می‌دونه. انتقاداتی هم به شورای هماهنگی شده هم به تشکل‌های بازنشستگان. من به نظرم ببینید در ایران هیچ اعتراض صنفی نبوده که رژیم اونو امنیتی و سیاسی نکنه. تا کنون تمام اعتراضات تا کنونی معلمان، کارگران یا بر اساس دستمزد معوقه بوده، اخراج ها بوده، خودسازی ها بوده و تعدیل نیروی کار بوده، این مجموعه محیط کار، ایمنی محیط کار، این مجموعه همشون صنفی هست. اصلا اینا رو همینجوری در نظر بگیری یا در اکثر نقاط دنیا الان جزو نرمه، یعنی چیز عادیه که کارگران دارن. و در ایران این مسئله به عنوان از زاویه دولت، از منظر دولت مسئله سیاسی امنیتی، اتهاماتی هم که بینا میزنن واقعا فاجعه است. میگن اینا برای امنیتی کشور رو به خطر میزن. اون کسی که امنیتی کشور رو به خطر انداخته در حقیقت خود رژیمه، اما اونو نسبت میده به اینا. حالا این خود این در لایه هایی از بازنشستگان، در لایه هایی از کارگران، معلمان تأثیر گذاشته و انتقاد میکنن که چرا مثلا ما این شعار رو میدیم یا چرا اینجوری الان بر مسئله رو داریم مطرح میکنیم، که در پاسخ اینها به درستی هم شورای هماهنگی هم اتحاد بازنشستگان اینا گفتن که اسماعیل گرامی رو به خاطر اینکه اسماعیل گرامی فعال سیاسی است دستگیر نکردن. اسماعیل گرامی برای اینکه شعارهای این تجمعات رو میداد و این شعارها هم که سیاسی نبود، در حقیقت خواست ما بود. اسماعیل عبدی هیچ جا وقتی که در تشکلات بود، وقتی که دبیر کل کانونهای صنفی ایران بود، شعار سیاسی نداد. و در زندان هم وقتی اومد یه بیانیه ای رو خواند در رابطه با اون آقای محبوبی، اینا هزار جور بهش به هر صورت اذیت کردن و به گونه ای اذیت کردن که مصداق شکنجه بچه های اسماعیل عبدی هم میشه. این در زمان بر اساس قوانین بین‌المللی اصلا هست که وقتی که زندانی میشه خانواده نباید تحت شکنجه قرار بگیره. محروم کردن خانواده از دیدار زندانی یک نوع شکنجه بخونه. خانواده هم شکنجه کردن وقتی که سپیده قلیان هم میارن تو خیابون با دستبند و پایبند که نمایانگر بربریت وحشتناک رژیم جمهوری اسلامی، پدر اون رو دارن شکنجه میکنن، مادرش هم دارن شکنجه میکنن. بنابراین که اصلا اونه که نگاه میکنن، اونه که میبینن، میبینن یه انسانی رو در بازنجی رو چیز میخوان، در واقع نشون میدن اون بردگی رو، یعنی تمام نشانه های بردگی که مال قرون گذشته است رو میارن جلوی مردم. این فقط یک شکنجه آشکار که هست، در این حال نشانه به بردگی کشاندن نه فقط زنان بلکه کل جامعه است. بعد که حالا میفهمی که این زن شجاع جوانیه که از حقوق معیشت کارگر و زحمتکش هفت تپه و اینها داره دفاع میکنه و فقط ارائه دهنده تصویر موقعیت اونهاست رو دارن به این شرایط میکشن، میخواد هم جامعه رو میخواد مقهور سیاست بردگی کشاندن جامعه بکنن و هم نشون بدن که نتیجه در واقع دفاع از حق و معیشت کارگری، حق دفاع مظلومان و مردمان محروم میشه این باشه. این شکنجه هاست، ایناست دقیقا. آره خب، ولی سوال اینجاست، ببینید هر رژیم سرمایه‌داری بالاخره اگر میخواد به عمر خودش ادامه بده و اگر بر افقهای دورتر خودش رو ببینه، اگر چشم‌اندازی برای موندن خودش ببینه، در حقیقت میاد یه روابطی رو بین خودش و مردم ایجاد میکنه که این روابط حداقل اونا وجاهت قانونی
بخشایی از مردم رو بده، ولی این رژیم هیچ گونه الان وجاهتی که از اول هم نداشت الان هم نداره. یعنی روز همونی که یه شعاری آقای روحانی اومد داد گفت که خب ما میتونیم رفراندوم بذاریم، همین توی صحبتاش بعد دیدن که خیلی خرابه. رفراندوم معمولا اینه که آری یا نه به جمهوری اسلامی و گفتم منظور ما رفراندوم همون انتخاباته. اینه که ببین اینا میدونن، گفتم سوال اینجاست، اینا میدونن که اکثریت مردم باشون مخالفن، اینا میدونن که آبان ما هزاران نفر رو کشتن، ده ها هزار نفر رو زندانی کردن، اینا میدونن که هواپیمای اوکراین زدن افتاد، اینا میدونن که در زندان ها چی میگذره، اما اینا ادامه میدن به مسئله شون. باید سوال کرد آیا رژیمی که چشمنداز دورتری برای خودش داره، برای موندن خودش داره، میتونه هم اینطوری ادامه بده؟ چون ما همیشه یه ور قضیه رو نگاه میکنیم، این ورش میگیم آیا بازنشستگان میتونن اینجوری ادامه بدن این رژیم که خواستاش رو نمیدن، ولی اونور قضیه هم هست، آیا رژیم میتونه همچنان با هزاران دسیسه، با هزاران سرکوب، با هزاران دروغ آشکار به مردم وعده و وعید بده؟ چقدر که اینا گفتن تو شعارشون دیگه وعده و وعید من تمومه برای ما، قبول نمی کنیم. بنابراین یک جنگ تمام عیاری بین کسی که نمیخواد هیچگونه رفاهی را بده و در باطلاق اختلاس‌های ساختاری سالها ماندگار گیر کرده و حتی پولهاشون را در خارج دارن بحث انداز میکنن، بچه هاشون را فرستادن خارج، یعنی یه آمادگی برای یه جنگیه که یا میمونه یا میره. بنابراین انتظار از این دولت که کوتاه‌بینی نیست و در جواب اونایی که به ما میگن که این شعار آزادی اسماعیل بخشی رو ندیم این سیاسیه، در جوابش اینه که ما که اسماعیل بخشی رو زندانی نکردیم، اونی که زندانی کرده حرکت ما رو سیاسی و امنیتی میکنه و ما حق داریم به دولت هشدار بدیم، ما حق داریم بگیم که ما بهتون رأی نمیدیم، سالهاست داریم به وعدهاتون گوش میکنیم هیچ کدوم پیاده نشده، و این شورای هماهنگی هم به نظرم حق داره بگه که اگر پاش وایسه خیلی عالیه، اگر تو دوازده اردی بهش آزاد نکنید اسماعیل عبدی را و حتی در تو بقیه زندان های فعالان صنفی مدنی و چیز اینو خواستار بوده، اون وقت این میتونه یه علامت آلارمی باشه، زنگ خطری باشه برای رژیم که توانایی طبقه کارگر، همه بخشای طبقه کارگر وجود داره که در قبلا هم بهتون نشون دادن در انتخابات 20% رأی آوردین و این دفعه شاید بسیار کمتر و در نتیجه این توانایی رو دارن که در حقیقت شما رو سرنگون بکنن. چیز شرایط، شما به شرایط انتخابات اشاره کردید، من قبل از انتخابات اینا یه ذره در واقع آزاد میذارن تا به اصطلاح زنها یکم موهاشون رو ببرن بیرون، دخترها یه ذره راحت تر باشن، حرکت های اعتراضی یه ذره در واقع جون بگیره، حرف بزنن، خودشون به عنوان نقادان سیاست های تاکنونی وارد میدان میشن، فضا تا حد زیادی فضای اون فضای امنیتی رو در میدارن. این در حالیه که توی شرایط که این کار میکنن ما شاهد یک سری دستگیری هم هستیم، یعنی مثلا شما میبینی که یه سری از نویسنده ها، یه سری از فعالان جنبش های اجتماعی، یه سری از فعالان جنبش در واقع بازجسته ها مثل اسماعیل گرامی اینا رو میدازن زندان، بهایی ها رو، یه سری از بهایی ها رو گرفتن توی چیز، دستگیری هایی در واقع هست، در این حال که فضاهایی هم شده مثل کلاب هاست رو فعال کردن که همه حرف بزنن، یه سری شبکه های اجتماعی رو آزاد کردن، حتی یوتیوب رو گفتن برمیداریم یه سری سانسور هاشو، یعنی شرایط رو به گونه‌ای معیا میکنن که میشه در واقع استفاده کرد. این هم شرایطی، واقعیتش اینه که میخوان بگن که یه امیدهایی، کورسوهایی از امید برای مردم ایجاد کنن که هیچ امیدی به این حکومت ندارن و
این شرایط طبیعیه، به گونه‌ای پیش میره که مثلا مثل انتخابات گذشته ما میبینیم که انتخابات گذشته خیلی کاندیداها علیه هم به قول معروف حرف زدن، اون انتخابات 88 یا انتخابات حتی روحانی مدام چیزای خیلی خیلی تندی به هم گفتن، تمام همه رو به دزدی، به قتل، به جنایت، به اختلاس، به اصطلاح فامیلگرایی و فامیلبازی و همه چیز متهم کردن. یعنی در واقع هر کدوم از اتهامات میتونست زندان ابد داشته باشه برای هر کدام از اون واقعا متهمین، ولی این فرصت استفاده شد، مردم بودن تو خیابون جشن گرفتن، شلوغ کردن، شعاراشون رو دادن یا و رفت. وقتی اینها انتخابات تموم شد، یک دفعه طرف بازنده گفت که نگاه کنید اینا که موهاشون داده بودن بیرون، اینا که قرب زده بودن نبودن، به این رأی دادن، اومد بالا. بعد شروع کردن سرکوب کردن و در واقع شرایط دی 96 یا آبان 97-8 رو سازمان داد و ملت یه خیابان ریختن. یعنی اون چیزها مثلا یک پلتفرم عمل کرد. الان هم دقیقا میتونه این شرایط به وجود بیاد، یعنی جنبش های اجتماعی، بازجسته ها، معلمان، کارگران، اعتراضات مختلف جوانان، اینا با هم بتونن پلتفرم های خودشون رو سازمان بدن. یعنی بتونن مثلا این خواستایی که الان هست که داره میگه که در انتخابات شرکت نمی کنیم، حق دستموسا 12 میلیون باشه، همسان سازی باید اینجوری صورت بگیره، زندانیان باید آزاد بشن، در واقع تجمع اعتراض امنیتی نیست، تشکل‌های مستقل باید حق حیات داشته باشن، پلتفرم معینی میاد توی جامعه در مقابل اینها. آیا فکر نمی‌کنید که مثلا میشه قطعنامه‌هایی از این حرکت‌ها در آورد، قطعنامه‌هایی بدن، مدام اونها رو مساوی یک پلتفرمی بکشونن به سطح جامعه که بتونه جامعه رو با هم متحد کنه؟ فکر می‌کنید آیا میشه؟ خصوصا مثلا الان روی مسئله معیشت و سلامت به عنوان دو عنصر اصلی زندگی اجتماعی مردمان ایران، اکثریت عظیمشون، این قضیه مطرحه. فکر نمی کنید که اینا میتونن متحد کننده این دو خواست باشن، دو مطالبه باشن که بتونن پیش برن؟ من فکر کنم داره به اون سمت میره. یعنی چیز جالبی رو مطرح کرده که آیا اولترناتیوی هست، وجود داره. اینا اولتیماتوم رو به دولت دادن، یعنی هم بازنشستگان، هم کارگران، هم معلمان، و بهشون گفتن که در عمل یا خواستای ما رو میدین، این اولتیماتوم ماست، یا جنگ اعلام نشده شما برای ما هم خودمون برای اون جنگ آماده میکنیم، اولین کاری که میکنیم رأی نمیدیم در چیز آینده. خب رژیم شاید خودش رو برای این آماده کرده، میدونه که رأی نمیدن و به همون سبک سابق صندوق رو پر میکنن و میگن فلان میلیون ما رای آوردیم، ممکنه اینا به این شکل اینا حلش بکنن بره. اما این در حقیقت باز هم پاک کردن صورت مسئله است، باز هم خشم بیشتر مردم رو دامن میزنن با این. اما اون نکته‌ای که شما مطرح کردید جالبه از این نظر که داریم میبینیم که داره جنبش به اون سمتی میره که یک برنامه ای رو بده شامل همه ای مردم بشه. ببینید خواست درمان رایگان برای همه، این دیگه به کارگر معلم ربط نداره، به همه ربط. آموزش رایگان برای همه دانش آموزان باز به همه شهروندان ربط داره. این که واکسیناسیون رایگان برای همه مطرح بشه باز به همه رفت. وجود نهادهای مستقل از دولت برای جلوگیری از اختلاس ها و اینا، نهادهای کارگری میتونه باشه، نهادهای مدنی، هرچی، این به همه مردم رفت داره. و میدونیم که 90% مردم ایران به قول خودشون 60% تقریبا در خط فرق، نه پایین تر از خط فرق، جدال با مرگ هستن و بسیاری از اینا مبارزه میکنن، مبارزه برای رسیدن به خط فرقه. اینا میدونن که خب این مجموعه خواستایی که تا الان اینجا مطرح کردیم، به علاوه دستمزدها، به علاوه امنیت شغلی، به علاوه بیمه های مکفی، به علاوه
اینکه مسکن و بقیه خواستایی که میتونه به صورت پلتفرم در بیاد. اگر جنبش که من به نظرم این اگر رو برداریم بگیم از الان شروع کرده با همین خواستایی که بازنشستگان مطرح کردن با این اولتیماتیوی که شورای هماهنگی داده برن که میرن به اون سمت، اون وقته که دیگه جایی نه برای اپوزیسیون‌های غیر کارگری میمونه نه جایی برای رژیم که بخواد با وعده و وعید سر اینا رو کلا بذاره. اون بیانیه که شما خوندین تمام ضرورت‌های رسیدن به این برنامه رو بیان کرده که چرا ما میتونیم، و به تجربه هم بیش از 42 سال طبقه کارگر ایران، معلمان، بقیه تجربه کردن که تک تک در محیط کار به تنهایی اعتراض رژیم اعتنایی بهش نمیده و سرکوب میکنه، دستگیر میکنه، فعالین اصلی رو میگیره و بقیه رو هم انفعال میکنه، منفعلشون میکنه. و در نتیجه این ضرورت ضرورتی که بیشتری از فعالین کارگری بهش رسیدن و اینکه عملا با تجربه‌ای که دارن، با برنامه، با نگاهی، چشم‌اندازی که به آینده دارن، یعنی به آینده رژیم نگاه بکنه، این هیچ گونه تغییری نخواهد کرد که نه، بلکه پیش بینی میشه که شاید بدتری باشه. بنابراین باید به نظر من و شدنیه یه پلتفرمی باشه. این پلتفرم در حقیقت پرچم مبارزه بر علیه این رژیم رو در زمین اصلی خود طبقه کارگر و مردم بیان بکنه. خب این تنها به طبقه کارگر هم نیست، این خواسته و مطالبات رو همونطوری که میدونی در ایران جنبش های زنان هست، جنبش های محیط زیست هست، جنبش های مدنی هست، کودکان کار هست و ده ها جنبش های دیگه وجود دارن که خواسته ها و مطالباتشون در حقیقت خواسته و مطالباتیه که میتونه در بخش های جنبش کارگری بگنجه و این جنبش هان که باید بیان سر این پلتفرم به تفاهم برسن و اون وقته که یه نیروی عظیمی را در مقابله با همه این تحقیرها، توهین‌ها، اسراف‌ها و اختلاس‌ها و کل نظام سرمایه‌داری و اون مناسبات ننگینش که بر اساس استثمار انسان هست رو میتونم به زیر سوال بکشم. درود بر شما، ممنون ستار جان. تا گفتگوی دیگر و تریبون کارگری دیگر ممنون است. قربانت، منم از شما تشکر می‌کنم. Thank you.
بشه.